سرخط تازه ترین خبرها، افشاگری روسیه در مورد قاچاق و انتقال میلیاردها دلار توسط تیم اشرف غنی بیرون از کشور، و همچنان نماینده پوتین در افغانستان برای برسمی شناختن طالبان عجله نمی کنند، و همچنان خبر خوش برای کسانی که می خواهند با طالبان کار کنند. و در ادامه روسیه می گوید که طالبان مراتب بهتر از اشرف غنی است. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیو ما خوش آمدید. سفارت روسیه: اشرف غنی با موترهای پر از پول فرار کرد. سفارت روسیه در کابل میگوید که اشرف غنی رئیس جمهور کشور با موترهای پر از پول فرار کرد. نیکیتا ایشینکو سخنگوی نمایندگی دیپلماتیک روسیه با اسپوتنیک گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور مستعفی افغانستان با موترهای پر از پول از کابل فرار کرد. آنچه که آنها نمی توانستند با خود ببرند در خط برخاست، فرودگاه را رها کردند. این گویاترین شکل را از نحو فرار غنی از افغانستان است که فروپاشی دولت را نشان می‌دهد. گفته شد 4 موتر پر از پول بود که فرودگاه منتقل شد. آنها سعی کردند قسمت دیگر پول را که به هلیکوپتر انتقال دهند، نتوانستند و طبق برنامه همه چیز پیش نرفت. نیکیتا ایشینکو سخنگوی نمایندگی دیپلماتیک روسیه گفت بخشی از پول در خط پرواز میدان هوایی باقی ماند. با پیشروی طالبان در شهرهای بزرگ، وضعیت افغانستان در هفته‌های اخیر کاملا وخیم شده است. روز یکشنبه رسانه‌ها و منابع گفتند که شورشیان کنترل همه گذرگاه‌های مرزی را در دست دارند. طالبان در روز حین ورود به کابل اعلام داشتند که کنترل کاخ ریاست جمهوری را در دست گرفتند. این در حالی هست که نماینده پوتین در افغانستان میگوید برای به رسمیت شناختن طالبان عجله نمی‌کنیم. تصرف کابل نتیجه شکست آمریکا بود. و با گزارش جمهور، کابلوف روز دوشنبه در گفتگو با رادیو روسی اکو مسکو گفت تصرف کابل توسط گروه طالبان انتقال قدرت در افغانستان با توافق معین نیست، بلکه نتیجه شکست سیاست‌های آمریکا در افغانستان است. وای با اشاره به اخبار برخی رسانه ها مبنی بر این که انتقال قدرت در افغانستان نتیجه توافق بوده است، افزود مؤلفان این گونه اخبار گواهی قصد دارند شکست سیاست های آمریکا در افغانستان را به گونه توجیه کرده و آن را اقدام برنامه ریزی شده قلمداد کنند. نماینده رئیس جمهور روسیه در افغانستان خاطر نشان کرد که تصرف طالبان تا اندازه غیر منتظره بود، زیرا ما فکر میکردیم که ارتش افغانستان در هر صورت تا مدت مقاومت میکرد. کابلوف گفت مقامهای آمریکایی در مسئله افغانستان دچار سردرگمی شده و نمیدانند در مورد این کشور چی کار کنند. به گفته این دیپلمات ارشد روس، مسکو در خصوص بر رسمیت شناختن و یا نشناختن دولت جدید افغانستان عجله نخواهد کرد و این اقدام و رفتار آنها مقامهای حکومت جدید بستگی خواهد داشت. و افزود ما با دقت اوضاع را زیر نظر خواهیم داشت که آنها در آینده نزدیک تا چی اندازه مسئولانه مدیریت خواهند کرد. با توجه به برداشت های ما، دولت روسیه نتیجه گیری و تصمیم گیری خواهد کرد. با گزارش رسانه ها، سفیر روسیه در کابل فردا با هماهنگ کنندگان طالبان دیدار و دوباره امنیت نمایندگی دیپلماتیک گفتگو میکنند. حالا میپردازیم به خبر دیگر. سلیم شاهین میگوید که افزون بر طالبان، افراد دیگر نیز بخشی از دولت جدید خواهند بود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید در دولت جدید بجز از افراد این گروه، شخصیت‌های دیگر از میان سایر افغان‌ها نیز شامل خواهند بود. با گزارش سپوتنیک، سهیل شاهین نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر در مصاحبه با نشریه آمریکا CNN گفت که دولت در ترکیب دولت جدید افغانستان همچنین افراد شامل خواهند بود که عضویت این گروه را نداشتند. شاهین گفت که هنگامی که ما در مورد حکومت اسلامی همشمول در افغانستان صحبت میکنیم، با این معنی است که سایر افغانها نیز بخشی از دولت خواهند بود. و گفته وی هنوز زود است که نام برخی از مقامات دولت قبلی را که قرار است به دولت جدید بپیوندند مشخص شود. شاهین خاطر نشان کرد که طالبان میخواهند برخی شخصیت های شناخته شده نیز در قدرت باشند.
یک نماینده دفتر سیاسی طالبان افزوده است تمام اعضای ارتش و پلیس که سلاح خود را بر زمین گذاشتند و به طالبان ملحق شدند بخشیده می شوند و امنیت آنها تضمین می شود. وی افزوده است که نام آنها در لیست ویژه قرار می گیرد، از آنها به عنوان نیروهای ذخیره استفاده می شود و در صورت نیاز فرا خوانده می شوند. پیش از این رهبران ارشد طالبان بر روزنامه انگلیسی تایمز گفته بودند که می خواهند قدرت مطلق داشته باشند و با تشکیل دولت انتقالی موافق نیستند. و حالا بپردازیم به یک خبر مهم دیگر از روسیه. روسیه میگوید که طالبان نسبت به دولت دست نشانده کابل بهتر توان مذاکره را دارند. نماینده ویژه رئیس جمهور پوتین در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه معتقد است که طالبان نسبت به دولت دست نشانده کابل و رهبری غنی بیشتر قابلیت مذاکره را دارند. به گزارش سپوتنیک، زمیر کاولوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، رهبری جنبش طالبان ممنوع در فدراسیون روسیه مدت‌ها است که خود را قابل مذاکره‌تر از دولت دست نشانده قبلی افغانستان نشان دادند. وی در این خصوص تاکید کرده است که روسیه از قبل با جنبش طالبان ارتباط برقرار کرده است. وی گفت که ما مدت‌ها است با جنبش طالبان تماس و ارتباط برقرار کرده ایم. این واقعیت است که ما مقدمات گفتگو با مقامات جدید افغانستان را از قبل فراهم کردیم. یک دستاورد سیاست خارجی روسیه است که از آن به طور کامل برای تامین منافع بلند مدت مسکو استفاده خواهیم کرد. این دیپلمات ارشد روس افزوده است که ما مدت‌ها با طالبان درباره چشم‌انداز از توسعه پس از تصاحب قدرت در حال مذاکره بودیم و آنها بارها تایید کردند که هیچ جاه‌طلبی فراسرزمینی ندارند. آنها درس‌های سال 2000 را یاد گرفتند. او گفت که ما تهدید مستقیم علیه متحدان خود در آسیای مرکزی نمی‌بینیم. حقایقی که خلاف این را ثابت کند وجود ندارد. وی در ادامه تصریح کرده است که با این حال این بدان مانا نیست که می توانیم آسوده باشیم. وقتی یک نظام به طور کامل تغییر می کند، فضای برای دیگر سازمان‌های تروریستی بین‌المللی ایجاد می شود که ممکن است در آینده برای متحدان ما تهدید ایجاد کنند. کابلوف دیروز و در پی پیشروی طالبان در پایتخت افغانستان گفته بود روسیه آماده تخلیه سفارت خود در کابل نمی شود و این مرکز دیپلماتیک با آرامش در حال فعالیت است. در ادامه تحولات و پیشروی های روزهای اخیر طالبان در افغانستان، طبق گزارش ها توانستند شامگاه یکشنبه بدون درگیری مسلحانه وارد کابل شوند و در حال ایجاد کنترل بر دفاتر دولتی تخلیه شده توسط نیروهای افغان هستند.